الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام على رسوله و حبیبه محمد صلی الله علیه و سلم و على اصحابه و ازواجه داعین الى صراط مستقیم، اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر اسلامی، مؤمنین خدا، همتون به خانه خدا خوش آمده. خدا این شبی با برکت و با فیض برای ما و شما مبارک گردانه. پروردگار و گناه های ما را بخش، ما را برای راست هدایت کن، مشکلاتمون آسان گردان، از آفت و بلا و کلفت ها خدای ما را نگهبان باشد. ربنا آتینا فی دنیا حسنتن و فی الاخره حسنتن و قنا عذاب النار، آمین یا رب العالمین. سوره آل عمران پاره چهارم قرآن، آیه های رقم 100 درباره ذریه و نسل پاک رسیدیم ما و همین آیه مبارکه: یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الكتاب يردوكم بعد ایمانکم کافرین. ای مسلمان ها، اگر شما اطاعت کنید در عقیده و در رفتار و کردار گروه از آن اهل کتاب یهودیت و مسیحیت، اینها شما را آهسته آهسته بعد مسلمانیتان به سوی کفر میبرند. این آیه معلوم میشه که ما باید دوستمون را معلوم کنیم. اگر دوستی ما اعتقادش رنگ ما نباشه، ما در تأثیر دارد. شاس ابن قیس یکی از یهودی های مدینه منوره بود، دید که مسلمان ها دوستیشان از حد زیاد، اتحادشان قوی، همبستگیشان عالی، اصلاحات یکدیگر دوستاریشان بلند. اینها در مدینه منوره فقط مردم فتنه می انداختن، مردم به جان خودشان می انداختن. این صحنه را دیدن، گفتن این کار را کی کرد؟ گفتن از روزی که محمد صلی الله علیه و سلم آمده همین کار رخ داده، اینا مهربانی دوستشان زیاده، با باید ما کوشش کنیم که اینها را فتنه اندازیم. این آیه مبارکه نازل شد. گو چیکار کنیم اینها را فتنه اندازیم؟ گو ای درون خودشان نفرایی را باید به همکاری دعوت کنیم، با پول رامشان کنیم، با مال رامشان کنیم، همکاری و نشستای خوب کنیم، با واسطه به دست همینا در درونشان از همون پوف فتنه پوف کنیم. گفت چیه پوف فتنه؟ گفت جنگ بوغاز، جنگی که بین اوس خزرج شدگی بود که زن و دختراشون را کشته بودن یک دیگریشان، ای همون جنگ قصه ها نقل کنیم و گویم که شما را اینوی خیلی کرده بودن، پیش اواش را که شما را اینوی خیلی کرده بودن، کوشش نگو فتنه را زیاد کنه تا اینکه اینو دوست نشوان. ایدرونی خودشون، ایدرونی خودشون تیار کنه. گو رسما ختم نروی که او شما را میشناسن. این با برنامه یهودی ها بود در عهد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. اما شما امروز دانه که دنیا چقدر پیش رفت، اینا چقدر قوی هم، اینا حوله میکرو نمیکنن، اینا حوله من خیلی آدم و نماینده موده ندارن. یک جهان عرب غلام حلقه برگوش کردن، تمام شد. همون حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت که شاخ ابلیس یک تاش ای همیجا بلند میشود. اکنون زمانی ابلیس و ابلیس پرستی ها در نیم جزیره اون عربیستان سر شده گیر. چقدر بناموس، چقدر دیوس، چقدر اونها امروز در اسلام در ضرر آورده سیان. کسی برای مردم مظلوم مسلمان کسی گپ نمیزنه دیگر. با پررگی اینا متهم شدن. حتی که شما یه مراتب ببینین که از هم مبلغ گذار در بازی های آنلاینی قماری عربستان سعودی یکم جا را گرفت. امروز بازی های آنلاینی که در تمام تورنمه ها میپرتاین، با او بازی میکنی، با او پول میبری، عربستان سعودی یکم جا را گرفت. 200 میلیون دلار هر یک ثروتمندش مبلغ گذاری کرده گیر.
اما امروز کسی به بلاد اسلامی، کسی به مردم مظلوم، کسی به مردم فقیر چیز کمک نمیکنه. امروز اینها تمام شدن، خلاص اینها را خریده تو نیستن، اینها فروختن، اینها خریدن ناموس آرا تمام چیزا خریده، اینها تمام شدن. برای انا همین الله جل و علا شانه برای ما بیان میکنه که اینها در عهد رسول اکرم کار کرده بودن اما صحابه فروخته نشد، انسان خشاب به حالش فروخته نشود، آدم فروخته شود بسیار بزه میشود. اما اگر اهل کتاب موقعی دوستی کنند در تجارت، معامله کنند در زراعت میله، لیکن معامله های فرهنگی، معامله های دینی، معامله های سیاسی، اینا چیزی مهم هم. اگر این مسئله در آیسا آیسا وارد شوند، اینها ما را از ایمان و لذت ایمان و سوی کفر خشان می بیارند. شاس ابن قیس این کار را کرد، در تعلیم و تربیه گفته هیچ محل این آیه مبارکه شما تعلیم و تربیه در بالای هیچ کس یک کس دلیل نبیاری عزیزو، برای آنکه تقدیر ای تقدیری آدم ای یک دیگر فرق میکنه، آدم از آدم فرق میکنه. مثالی فخری رازی آورده است که وقتی مردم دعوت میکنین، مردم نصیحت میکنین، یکان انسان تانه نزنه که چوت رنگی وای نشدی، چوت رنگی وای نمیشی، چوت وای این خیلی نگوی میگه، زیرا اینکه این به عزت نفس رسیدن اغلبیت انسان ها از رمکه برا برامده می روند. تو این کار کردن آدم ها را در اساس آرمان و ایمان شو نصیحت کنی. حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که یک طایفه انسان ها اهل سخن و اهل نصیحت نیستند. اگر شما نصیحت و صحبت کرده، صحبت نصیحت شما غریب هست، قدری صحبتونه در زمین نزنید. حتی جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که شما در گپ زنم یک داستانه، گو چی داستانه برای ما بگو ای فرستاده خدا. حدیث امام احمد روایت میکنه، رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند شما دعوت و سخن و پند نیکه در پیش اون نفرای گپ میزنه که اونها طلب کننده و اهل همین سخن نیستن، شما در سر و روی خوک و تیلا پوشیده هستید. من حوزین اگر همینجا صحبت شوم و مردم اهلی همین صحبت نباشه، مردم اهلی همین علم نباشه، مردم همین را اهمیت نتین، علما همین مسئله را گپ زنن، گویا که یک خوک اسوده در سرش تنگه و تیلا چشیده است، خوک پروای تنگه و تیلا نداره. برای همین کسی در صحبت و سخن کردن در کره که وای اهلی همو باشه، وای همو را دوست داره. برای همین در نصیحت، در موعظه، در دعوت شما نگاه کنید که آدم ها چخلی آرمان دارن، چخلی ایمان دارن، وقتی هم دعوت کنید بعضی اونها پروایی یکون چیز ندارن. برای اونها این قصه و این صحبت هایی که ما میکنیم رنگ افسانه میتابه و از سخن خدا را ما خار نکنیم، هر خیل جاده خار نکنیم. و سخن خدا را، سخن خدا را باید در اهلش گفته شود. در چیش گفته شود؟ در اهلش. اطاعت کردن عالم ظالم و تباهکار این شکست و لغزش دین است. یا عالم اگر تباهکار و ظالم باشد، عالم هم باشد، امروز اگر ما اطاعتش کردیم این دین رسوا میکند. این را نغز دانین، اطاعت گروهی از اهل کتاب، اغلبیت علما را، اغلبیت علما را در مسیر تاریخ اهل کتاب خرید و رسوا کرد، ای درون همین ها به دست همین ها ساخت. یا مراتبه اگر ما نظر کنیم جرایان هایی که نو پیدا شده با نام قادیانیه گروهی که در خود پاکستان فعالیت کرد به دست مسیحی های انگلیس. این گروه به حد یک احمد قادیانی چکار بود؟ سردارش بود. احمد قادیانی گفت که من عیسی مسیحم، دعوا کرد که من مسیحم، در این زمین آمدگی هم دعوا کرد که بعد رسول الله جبرائیل آمدگی قطعیم و مخرا قرآن باید تغییرات کرده شود. چند جای قرآن رو خطا های این انسان مجموعاً یک ساده چند سال های پیش گذاشتن یا با دستگیری انگلیس ها در پاکستان فعالیت کرد، تا به امروز جرایان ده هست های حتی که دعوای پیغمبری کرد، تا به امروز دعوا داره که جبرائیل با ما و مخرا. جبرائیل با ما چیکار میکنه؟ وام اخره. و یک گروه دیگر با نام چی؟ با نام بابیه یا بهائیه میگن، بهائیه، خیلی علمای قوی.
در عراق این گروه تشکیل کرد، با دستگیری سلاله عثمانی ها و زندان پرتافته شد. گفت من خداوم. شیخ بهاءالله این در دنیا یکی از جرایان هایی که با نام شیعه های اما مطلق یهودی های این های دنیا گذشتی را بردن، خودی در همین روز اسرائیل گروش کردن، قبرش در همون قلعه صهیون های همون قلعه صهیون استادن هم قلعه گروش کردن. این یک جرایان در عراق شام اندوخه همه را کلید کرد. گو من خداوم، نفسی که از دهنی من میبرای مگه در کتاب باش، نفسی که از دهنی من میبرای این نفس نفس خدا های من خداوم. این قرآن تحریف شده های، این قرآن باید تغییرات شود. اما با رسول الله ایمان آوردگی از نسل رسول خشب و سیدزاده میگیرم. حتی که یک فقه، یک جرایان، یک کارایی که اینها آورده وارد کردن، این حتی اینها را بهائیان میگن، جرایان بهائیان زیاد از ده هزار طرفدار دارن، ده هزار، حتی که در آسیای میانه هم هستن، در کشور خمان هم بهائیان هستن، هزارها نفرن. بهاءالله خودش خدا میگیره، حتی میگه من از پیامبرم زیاد میدونم از محمد. در زندان افتی، در زندان به دستگیری و به چی بنا و مقصد به فشار و بر محکمه های عثمانی ها از من بردن جرایان عثمانی ها. این خیلی انسان ها پیدا شده گن همه این به دستگیری یهود و مسیحیت های مبارک. این یکان جای پوشیشش نیست، این یکان جای پوشیش نیست. اینجا در ایره نغز دانین یک روز میشوند که هر چیزی که با نام از نام علما صحبت میکنه همش اولی منسایی باشن، اینا نادان نیستن، عالمای حسن تباهکاری ظالم. از قفاشان صدها هزار نفر آدم برده نیست کردن، نابود کردن. شما جرایان ها را نغز میدانین که از درون اسلام هزار تا ها تا به امروز 500 تا ساختن به ضرر اسلام های. همیشه همیشه بعد از این دیگری از علما آورده است که آیه مبارکه انا همینه که شما احتیاط باشی از اون علمایی که با این اهل مسیحیت و یهودیت و دیگران همکاری میکنن، احتیاط باشه که اینها شما را رسول میکنن، اینها شما را هر جا میبرن، اینها شما را نابود میکنن، اینها شما را حیف میکنن. دیگری مجلس گناه و مجلس رضالت و پلید از او دور شدن، این چه بده از واجبات ایمان. یا ایها الذین آمنوا این تطیق و فریقا من الذین اوتوا الکتاب. ای اهل ایمان، شما اطاعت اهل کتاب نکنید، شما نروید در مجلس های اونها، آدم های گناهگار، آدم های افلاس، آدم هایی که مجلس هاشون گناه های، آدم هایی که در مجلس های اونها اعتقاد دین ما خار می شود، ایون خیلی مجلس دور شدن واجبات ایمان های ما باید دور باشیم. ای مجلسی که اعتقاد ما دار دین ما در ضرر میرسونه، ما دور بودن من واجبات ایمان های باید دور باشیم. چی با؟ تأثیر میکنه، تأثیر میرسونه. دیگرش از تمامی بدی ها دور باشه، کجوی دکی کاری بده دور گریزه. مسلمان کاری خیر را نزدیک میشود، ای کاری بعد دور گرفتن در کاره، ای کاری بعد پشت گردوندن در کاره. هیچ محل از یاد برآورده نکنه که حق هیچ مال تابع هوا و هوس ما نیست. هوا و هوس ما باید نگوه که حق مرا اطاعت میکنه. حق این ای جانب خدا و پیامبران الهی از جانب عقل سالم، ای جانب منطق سالم و میان مونده میشود. هوا و هوس هیچ مال نگو که هوا و هوس من حق بالای امروز هوا و هوس شدن خلاصو شد. برای همین ای اهل ایمان، شما اطاعتی را نکنید، وقتی به هوا و هوس نروید که حق پامال میشود، حق نابود می شود. همیشه و همیشه این نغز دانین که انا همه امین فعالیت ها در این آیه مبارکه برای تعلیم و تربیت آمد که اهل ایمان، دوستای به ایمان، دوستای به توفیق کنه، از اعتقادات احتیاط باشه. اعتقاد قطعی هر خیلی انسان هم بستگی نکنه که عمل در عقیده تأثیر داره، عملای بد میکنه، آدم آیست آیست از ایمان دور می شود. عن ابي برزة الاسلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامه حتى
یسأل عن عمره فی ما افناه و عن علمه فی ما فعل به و عن ماله من این اکتسبه و فی ما انفقه و عن جسمه فی ما ابلاه. رواه ترمیزی. حضرت ابی برزه اسلمی گفت پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود همه وقت و همیشه دو قدم بنده مسلمان در صحرای قیامت می بیا، دو قدم انسان در صحرای قیامت می بیا، همین نو قدماش در صحرا مانده سادیان، ولی هیچ چیز گپ و خبر نیست که او را می پرسن از عمره که در کجا گذرانده شد. یکم ایچی می پرسه خدا مورا از عمر کجا در گذرانده؟ ای اهل ایمان، قطعی آدم های فاسق فاجر نزدیک نشوه که این عمر مورا خدا می پرسیده. این قدری عمر دانه میگه عمر بهبوده نگذرانه، عمر با فساد و افلاس نگذرانه، عمر حیف نکنه که روز قیامت ولی هیچ چیز ولی سر نشده انمی قدم ها را زده اومده سیان پرسیدنی پرسیدن سر میشه از عمر در کجا گذرانده شد. از علم فی ما فعل بهی، به این علم چکار کردی؟ علم خدی چی خدمت کردی جمعیت دا؟ چی خدمت رساندی به این علم مردم دا؟ چی خدمت کردی؟ از علم پرسیدن فرق نداره، اینجا مطلق علم آمده نه علم اسلام، ای علم را میپرسیدن این علم کجا کردی؟ از مالی که تو ای کجا کسب کردی در کجا صرفش کردی پرسیده میشوی. عمر علم مال ما را میپرسیدن یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب. برای اندک روز دنیا، برای اندک کار دنیا تو امروز چی کاری نمیکنی؟ چی حرکت هایی نمیکنی؟ فردا ما را میپرسن، ما پرسیده میشویم چی با یهود کار میکنیم، چی با مسیحیت، چی با کسی کار نمیکنیم، نمیکنیم، میکنیم، نمیکنیم. وقتی هم عقیده ما نیست، هم دین ما نیست، دین و عقیده ما را رسوا میکنه. ما فردا از عمر، از علم، از مال پرسیده می شویم که ایره در کدام راه دادیم و ان جسمی فی ما ابلاهو. از این جسم پرسیده می شویم که گرفتار چی کردی شد، یعنی که این جسم را می پرسم، این همی جسمی که امروز ما می گذرانیم در چی کار، اگه ایره می پرسم این جسم پرسیده می شویم ای چهار چیز، چهارمش چی بوده؟ جسم. میپرسن که این جسم ما در کجا گرفتارش کردیم، به این جسمو چیکار کردیم. باید ما اطاعت کنیم که گروه او دوستای قطعی اطاعت کنیم که هم عقیده ما باشه، مسلمان ما باشه، دوست ما باشه، هم دین ما باشه، هم کش ما باشه، هم فرهنگ ما باشه، یعنی که به ما نزدیک باشه. ای ما اگر دور باشه ما را میبرن. پیش حضرت عبدالله ابن مسعود میبیاین میگن که ما همین یه زنی مسیحی را آورده میخواییم نکاحش کنیم حضرت، و نظر میکنه ابن مسعود و زمین بسیار میبیننده مسیحی را که امینه چکار کنیم گیریم این آن، و حضرت نگاه میکنه میگه مسلمان نیسته که شما همین را یفته، و میگه مسلمانش میکنیم، در رمکش میدروریم، اهل ایمانش میکنیم. گفته کسی مسیحی یهودی میگیره رنگ آبازی در درین بحره. گفتن چگونه؟ گفته یهودی مسیحی در درین او افتیدگی ایو تو آبازی باید همین بروری. در بسیاری حالا گفته آبازا خودشان غرق شده میمرن، یعنی هر کسی به یهودی مسیحی ازدواج میکنه این آبازه برادرو، آبازی نغز نباشه اینا غرقش میکنن، میبرنشم خیلی بسیاری اینا هم خیلی میروند خشون حیف میشوند و امیدی او را مسلمان کردن یا برچنگ ایمونه که خودش داد همون را میدست میتیم. برای نامین ما باید چیاره فکر کنیم، باید ما فکر کنیم. حتی در دیگر حدیثشان جناب پیغمبر فرمودن که شیر مادر در ایمان فرزند تأثیر داره. شیر مادر ما را فکر کنیم که ایمان ما وقتی که انموخ لذیذ و شیرینه، امروز ما ایخ دین دوست داریم برادرها، ما از آچه های دین دوست دار شیر مکیدگیم. این شوخی نیسته، این شیر مادر تأثیر میکنه. وقتی که فکر کنی که فرزندی تر مسیحی شیر میتیه، فکر کنی که فرزندی تر یهودی شیر میتیه، ایمان در شیر تأثیر داشته. این شوخی نیست، شیر هم که تأثیر داره که مادر خراک بیزه و خراک و فرزندش کسال میشه، شیر تأثیر داره ایمان ده. باید ما فکر کنیم که زنای ما را، کودکای ما را چه خیلی زن شیر میتیه، این را باید ما فکر کنیم. و اخرجه الخطیب،
خطیب بغدادی روایت کرده است و ان علمه مازا عمل فیه، از علم پرسیده میشدیم که فردا با این علم چنک عمل کرد. در این از ابی دردا رضی الله تعالی عنه پرسیدیم، حضرت گفت لا تکون عالما حتی تکون متعلما، هیچ کس عالم نگوه تا شاگرد نبروره، سطحی علم شوه عالمای به شاگرد، هیچ کس معلم نگوه تا طلبه نبروره. انا مروز در عرصه طلبه بروره، در میدان طلبه بروره، در میدان شاگرد بروره، نشون ته که من انا همو را شما عالم و دانشمند گوه. بعد از او حضرت گفت ولا تکون بالعلم عالما حتی تکون به عاملا، هیچ کس عالم نگوه تا در میدونستگیش خودش عمل نکنه. انا همون وقتی که در میدونستگیش عمل کنه، چند قدر عمل کرده میتونه، انا وای عالم و دانشمند گوه. نباشه وارو تعریف نکنه ولی خیلی زیاده توتی عمل شنی گو کنه. و فیهی در این روایت ان علی رضی الله تعالی عنه از حضرت علی روایت دیگه، حضرت گفتن حتف العلم بالعمل فان اجابه و الا ارتحل. علم با عمل پیچانه و یک دستک نه گل دسته. اگر شما دیده که علم و عمل با یک دیگر نچسبید، شما آرزو کنه از این علم مردن خوبه. تیزه بروی بریم، علمی به عمل لازم نیست. علم به عمل اگر یه جوه نکرده گفته، شما رحلت سفر را نیاد کنی که وقتی تو میدونی عمل نمیکنی، مردانت خوبه. چرا تو به این به عملیت هزار آدمی که جانبیل او را فریب میکنی؟ حضرت علی کرم الله وجه گفته است که تو ای انسانی که علم داری، دانش داری، وقتی به عمل او را گلدستان نمیکنی، نشانت ای وقتی نمیتونی کردن، برای تو رحلت سفر خوبه، تو گریز را و اینجا موری خوبه که ضرر زیاد میرسه. از حضرت فضیل ابن عیاض روایت بوده است، این تابعین بزرگ گفتند لا یزال العالم جاهلا بما علم حتی یعمل به فاذا عمل به کان عالما. از فضیل ابن عیاض روایت بوده است که همیشه عالما جاهلان، همون وقتی به علمشون عمل میکنن و عالمان. علما را شما علم نگوی، علما جاهلان. هر علمی که حرام میخره، هر علمی که عرق مینوشه، هر دانشمند زنا میکنه، هر دانشمند دزدای، هر دانشمند گناه میکنه، وای شما علما جاهلی گفتای. انا مو وقت علمی که او عمل کنه به علمش، علمش عمل کنه، هر وقت که عمل کرد گفتای این عالمی. برای انا همین ای اهل ایمان، شما با واسطه علم فرق میکنه، ای امتی پیغمبر شما با واسطه علم فرق میکنه، با این واسطه علم شما از همه نجات مییابه. شما اگر علم و دانش نداشته باشه، اهل کتاب و برنامه ها شما را حیف میکنه، رسواتون میکنه. العمل بالعلم مدعاتا لحفظه وثباته كما ان عدم العمل مدعات لضياع العلم ونسيانه. علم وقتی تو چی نمیدونی عمل میکنی، ایرا نقض دون که تو علم حفظ کردی، دین حفظ کردی، شریعت حفظ کردی. اگر تو عمل نمیکنی، ایرا دون که دین خور کردی، همه چی را فراموش کردی، همه چی را رسوا کردی. در کجایی که امروز یک جا خور میبینه مسلمان و جاهله. حضرت فضیل ابن عیاض پرسیدیان که دشمن اسلام کیست؟ گفته مسلمان جاهل. تن چیوا؟ تا یهود و مسیحیت و مشرک و بودپرست معلوم های ما او را میشنوسیم، لیکن مسلمانی جاهل تا دشمن اسلام های. برادرها در هر یک جا، هر جا که شما میبینید، مسلمانی جاهل این دشمن اسلام های، دشمن اسلام های. هر جا را ویران میکنه، تخریب میکنه، کجایی را که ویران میکنه بر روزی بعد آوردن میرسانه، این ریشش از جهل و دنیا. برای همین مسلمان هر وقت که عمل میکنه، علم میآموزه، شریعت بلند میکنه. هر وقت که علم نمیآموزه، علم حفظ نمیکنه، عمل نمیکنه، این علم خار کرده، شریعت چکار کرده؟ تاریک کرده است. خدایا نسل ما را به سوی علم بیار. خدایا ما را از این فتنه‌کارا، از دسیسه‌کارا، از این شیطان و شیطان صفتا، از برنامه های پلید زهرآلودشون امت اسلام نگهبان باش. ربنا آتینا فی دنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. آمین یا رب العالمین. سفر را راست گیر.